پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین با اعلام آتش یک هفته ای قصد دارد در مسیر حل بحران این کشور گامی به پیش بردارد مشکل ما اینجاست که این اقدام یک طرف زمانی موثر میافتد که طرف مقابل درگیری یعنی جدای طلبان هوادار روسیه نیز آن را به رسمیت بشناسند آقای پروشنکو که با لباس رزم در پایگاهی در نزدیکی دونتسک کازه شده بود گفت برای آنها که با نیروهای مشروع اوکراین در جنگند این فرصت کوتاهی است تا سلاح‌ها و ساختمان‌های اشغال شده را تحویل دهند. پس از اعلام آتش بس ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل به این خبر واکنش نشان داد. <تصفح> به شنیده شده که نه تنها همه دنیا از آتش بس استقبال کرده اند که رئیس جمهوری پوتین و وزیر خارجه لاوروف هم از آن حمایت می کنند. من مجددا بررسی نبوしょت. کردم و اجازه یافتم که بگویم چنین نیست هنوز زود است که از حمایت از اقدام آقای پروشنکو سخن بگوییم چرا که ما تا کنون اقدامی ندیده ایم. دا ریزن دا ریزن دا همزمان وزارت امور خارجه آمریکا می گوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد روسیه در پایگاه های نزدیک مرز اوکراین تانک ها و ادوات جنگی را گردآوری کرده است روز جمعه در شهر مرزی لوهانسک صدها خودرو برای ورود به خاک روسیه و گریز از های منطقه صف کشیدند.